سرخط خبرها. طالبان در دایکندی خونبهای یک چوپان کوچی را پس از 30 سال 2.5 میلیون افغانی فیصله کردند. طالبان در پنچیر به جان هم افتادند. برخورد پنچیر، چندین طالب کشته شدند. ملا هیبت الله برای پنچیر و اندرابها مسئول نظامی عمومی گماشت. دو اشتباه مولوی مهدی مجاهد که او را به کام مرگ فرو برد. به نام خداوند بخشاینده و مهربان، سلام، وقتتان بخیر. به یکی از ویدیوهای دیگر از این کانال خوش آمدید. مشروع اخبار. منابع محلی در دایکندی میگویند که مسئولان محلی طالبان در این ولایت پس از ادای کوچی ها خونبه های یک چوپان کوچی را 2.5 میلیون افغانی و 1 میل کلاشنکوف فیصله کردند. منابع روز یکشنبه 3 اسد به روزنامه اشرا صبح میگویند که کوچی ها ادا کردند که باشندگان روستای 4 قول میری ولسوالی سنگتخت و بندر ولایت دایکندی سالها پیش یک چوپان کوچی را کشتند. به گفته منابع طالبان پس از این ادا در یک نشست با حضور کوچی ها و باشندگان ولسوالی سنگتخت و بندر فیصله کردند که باشندگان روستای 4 قول میری این ولسوالی 2.5 میلیون افغانی و 1 میل کلاشنکوف را به عنوان خونبه های این چوپان بپردازند. اما باشندگان روستای 4 قول میری با رد ادای کوچی ها و از ظالمانه خواندن فیصله مسئولان محلی طالبان میگویند که حدود 30 سال پیش در رویداد در ساحه تاچکو مرز میان ولایت های دایکندی و غور یک چوپان کوچی کشته و یک چوپان دیگر زخمی شد که در این رویداد هیچ کسی از باشندگان این روستا دست نداشت. منابع محلی در پنچیر میگویند که در نتیجه درگیری خودی میان طالبان در این ولایت 1 تن کشته و 1 تن دیگر زخمی شدند. این درگیری صبح روز یکشنبه 3 اسد در منطقه پشغور ولسوالی خنج ولایت پنچیر میان طالبان پشتون تبار رخ داده است. منابع تصریح میکنند که علت درگیری اختلاف نظر طالبان بر سر راه اندازی عملیات نظامی علیه نیروهای جبهه مقاومت ملی در مناطق پشغور و شابه بوده است. به گفته منابع، جنگجویان طالب به دلیل نفوذ زیاد جبهه مقاومت ملی جرأت رفتن به کوههای پشغور و شابه را ندارند. طالبان تاکنون در مورد این ادعاها چیزی نگفتند. منابع محلی در ولایت غور میگویند که اجساد 2 تن از نیروهای طالبان از پنچیر به این ولایت انتقال داده شده است. منابع روز یکشنبه 3 اسد در صحبت با روزنامه اشرا صبح میگویند که این جنگجویان طالب در پنچیر کشته شدند. بر اساس معلومات منابع، در درگیری های اخیر ولایت پنچیر دست کم 2 تن از طالبان غوری کشته و چندین تن دیگر آنان زخمی و اسیر شدند. این در حالی است که بر اساس گفته های منابع اخیراً طالبان باشندگان غور را تحت فشار قرار دادند تا به ولایت پنچیر نیرو بفرستند. برخورد کاروان موتر طالبان با ماین کنار جاده‌ای در پنچیر. منابع در جبهه مقاومت ملی میگویند که در نتیجه برخورد کاروان نیروهای طالبان با ماین کنار جاده‌ای در ولایت پنچیر 7 طالب کشته شدند. یک منبع معتبر از جبهه مقاومت ملی که خواست نامش فاش نشود بر روزنامه اشرا صبح میگوید که این رویداد پس از چاشت یکشنبه 3 اسد در منطقه گرگوتی ولسوالی رخه به وقوع پیوسته است. به گفته منبع، در پی این انفجار 7 جنگجوی طالب کشته و 5 تن دیگر زخمی شدند. در این انفجار 2 رنجر طالبان نیز تخریب شده است. اما گواهان رویداد میگویند که در این انفجار 1 رنجر طالبان تخریب شده و به طالبان نیز تلفات وارد شده است، اما رقم دقیق آن تاکنون معلوم نیست. رهبر طالبان تای فرمان برای ولایت پنچیر و ولسوالی های اندراب بغلان مسئول نظامی عمومی گماشت. ذبیح‌الله مجاهد، سخنگوی عمومی طالبان، روز یکشنبه 3 اسد با نشر فرمان ملا هیبت‌الله آخوندزاده رهبر این گروه گفته است که ملا عبدالقیوم زاکر مسئول نظامی عمومی ولایت پنچیر و اندرابهای بغلان تعیین شده است. ملا عبدالقیوم زاکر اهل المان و معاون وزارت دفاع طالبان است. همچنان بر اساس این فرمان، رهبر طالبان ملا محمد طیب حقانی رئیس قمندان امنی پنچیر گماشته شده است.
در این حال اطالا عمری معین تکنولوژی و لوجستیک وزارت دفاع طالبان و یکی از نظامیان ازبک تبار این گروه از سمت اش برکنار و به حیث سرپرست وزارت زراعت تعیین شده است. این تعیینات در حال انجام می شود که اخیراً میزان درگیری ها میان طالبان و نیروهای جبهه مقاومت ملی در پنجشیر، بغلان و تخار افزایش یافته است. و در پایان، سرنوشت مهدی مجاهد کجای کار اشتباه بود؟ مولای مهدی راه جنگ یا در ادبیات امنیتی امارت اسلامی بغاوت را در پیش گرفت. کمتر کسی تردید داشت که سرنوشت جز این در انتظار او باشد. شاید حتی او خود هم می دانست که جنگ بلخ به نفع او تمام نمی شود. اما علی رغم این ارزیابی او وارد نبرد با امارت اسلامی شد. امایت های مجازی و تشویق برخی از جریان های ضد طالبانی دیگر نیز شاید او را به ادامه این را منتهی بچه ها ترغیب کرد. این در حالی است که به نظر نمی رسید جنگ تنها گزینه او برای تحقق خواستا و مطالباتش از امارت اسلامی بوده باشد. و هر حال پیش از این که طالبان به قدرت برسند او برای آنها جنگیده و مبارزه کرده است. حتی گفته می شود که شماری از نزدیکان و اعضای خانواده خود را برای پیروزی امارت اسلامی قربانی کرده بود. پس می توانست همچنان به عنوان یک طالب هزاره، به عنوان نماد از پذیرش دیگر اقوام و مذاهب در ترکیب طالبان نقش ایفا کند و امتیاز بگیرد. برای امارت اسلامی هم جنگ نخستین گزینه نبود. آنها تلاش کردند پیش از ورود هر گونه جنگ مولای مهدی را ترغیب به تفاهم کنند. هیئت‌های از سوی دولت مرکزی به بلخ رفته و پیشنهادهای برای پایان تنش و تقابل به او ارائه کردند. اما در نهایت امرها به بنبست رسید و دو طرف به جنگ متوسل شدند. در این میان دشوار است که همه بار مسئولیت را بر دوش مولای مهدی بیندازیم، زیرا نمیدانه که پیشنهادهای ارائه شده با او دقیقا چه بود و او چرا نخواست یا نتوانست آن را بپذیرد. با این همه این اتفاق رخ داد و به نظر می رسد که مرتکب یک اشتباه مهلک و مرگبار شد، زیرا به جنگ تن در داد که پایان جز شکست برای آن وجود نداشت. بعید است که از سرنوشت مرگبارش در نتیجه این تقابل نابرابر خبر داشته و علی رغم علم به آن وارد مهلکه شده باشد. این نیز غیر قابل انتظار است که او هدفش برای جنگ را به اندازه مقدس می دانسته که بسان پیشوایان دینی در یک انتخاب آگاهانه مرگ سرخ را بر زندگی سیاه ترجیح داده باشد. تشکر از توجهتان. تا ویدیوهای دیگر، الان نگهدار.